همه با هم خیشیم، همه با هم به تو می اندیشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان. در تلویزیون ایران فردا امیر درخشان عزیز برنامه را هدایت میکنه، از او صمیمانه ممنونم. برنامه دیگر، گفتگوهای دیگر، اجازه بدید چیه امروز بریم به سراغ یک کارشناس نفت. الان اتفاقات در عراق افتاده که نشان دهنده تجزیه منابع زیرزمینی عراقه یا حتی منابع فسیلی عراق. اولین خریدارش هم اسرائیلی ها بودن و برای نخستین بار اقلیم کردستان نفت خودش رو به اسرائیل صادر کرد. نفت و آقای بارزانی هم تأکید داره بر اینکه یک دولت مستقل و یک کشور مستقل کرد در عراق ایجاد بشه. برخی شخصیت های سنی هم علاقمندن که اونا هم کشور خودشون رو داشته باشن و در جنوب هم که حکومت در دست شیعیان میمونه. یعنی عراق عملا تجزیه شده، عملا تقسیم شده و کی میخواد این وضعیت رو، این مجموعه بحران ها رو از روی زمین جمع بکنه نمیدونم کی، ولی به نظر نمیرسه که دولت فعلی چنین قدرتی داشته باشه بتونه علل اصول با این بدگمانی هایی که در گروه های مختلف قومی و مذهبی عراق ایجاد کرد، یعنی دولت آقای المالک. بریم به سراغ آقای مهندس شاهین نژاد عزیز همیانانم که به ما بگه که اگر عراق تقسیم بشه وضعیت نفتی اون کشور چه حالت و چه صورتی پیدا میکنه. مثلا سوال اساسی است. آقای نژاد درود بر شما. درود بر شما جناب مهبودی ارجمند و همیهنانمون که بیننده برنامه هستن و همچنین درود میفرستم به امیر جان که هدایت برنامه رو به عهده داره. به نظر نمیرسه که با این وضعیت که عراق پیدا کرده و ابعاد بحران رو به گسترش، ابعاد تنش، درگیری، شقاوت، آدمکشی، هیچ امیدی داشته باشیم در یه آینده نزدیک وضعیت عراق رو به بهبود بگذره، نیست آقای نژاد؟ ابدا آقای مهبودی، تمام نشانه ها اتفاقا دال بر اینی که قرار این شکاف عمیقتر و عمیقتر بشه. هرچی به جلو میریم این تخم انزجار و تفرقه بین اعضای این ملت 20 و چند میلیونی بیشتر داره پراکنده میشه. اگر دیروز واسه چکمه های صدام حسین بود که بخشی از جمعیت احساس میکردن مورد تبعیض قرار گرفتن و از قدرت دور نگه داشته شدن و تو بازی های سیاسی بازی گرفته نشدن، امروز مسئله کشتن مردم توسط مردمه. یعنی حالا شیعه سنی رو کشته یا سنی شیعه رو کشته یا دولت آقای نورالملکی تو این چند سال کارهایی کرده که نرخ تنفر انقدر تو جامعه بالا بره و طبیعتاً به طور بسیار مشخص وجود دستای خارجی، فکر کنم عراق رو به جایی رسونده که بعید به نظر میرسه آشتی بتونه در کار باشه. یعنی آشتی نیست. خب گیریم عراق تقسیم بشه، یعنی محرز بشه که دیگه عراق نمیتونه به یک پارچگی پیشین خودش برگرده، وضعیت نفتی عراق چگونه خواهد شد؟ چه وضعیتی پیش میاد اگر قرار بشه عراق مثلا به دو یا سه بخش تقسیم بشه؟ آقای مهبودی، من خوبه این پرسش به جای شما رو توضیحاتی که بدم، شاید یه مقداری بخشی از سخنانی که اینجا و اونجا میشنویم این روزها ولی صحت نداره رو شاید بتونم یه مقدار روشن بکنم. بله. برخلاف تبلیغاتی که میشه، کردستان عراق روی یک دریای از نفت نخوابیده. بخش شیعه نشین عراقه که بسیار غنیه، هم از نظر ذخیره هم از نظر تولید. اگر ما بیاییم حالا توی نقشه‌ای که حتما کارگردان محترم برنامه همراه خواهند کرد با صحبت من، اول به عراق نگاهی بکنیم. نقشه شماره 1 شما میبینید که میادین نفت و گاز کنونی عراق رو داره نشون میده. این میادین نفتی با لکه های روی نقشه عراق مشخص شدن. شما میبینید که تعداد بسیار بیشتری لکه های پررنگ در جنوب شرقی عراقه، یعنی در بخش شیعه نشین در نزدیکی بصره، و عمده تولید عراق از اونجا میاد. اگر بخوام آماری صحبت بکنم، از حدود 3,300,000 بشکه در روز تولید عراق، 2,700,000 یا 2,800,000 بشکه از جنوب شرقی
این از منطقه امن شیعه داره میاد و ذخایره این میدان ها بسیار ذخایره بالایی است، به قسمی که برای سالهای بسیار طولانی نه تنها میتونن این تولید رو نگه دارن، بلکه هیچ کشوری در حال حاضر به اندازه عراق در اوپک توانایی بالقوه البته افزایش تولید رو نداره. در نتیجه اگر ما بیاییم و تمایزی بذاریم بین بخش عرب شیعه، عرب سنی و بخش کردنشین، مطمئنن اگر همچین تجزیه صورت بگیره در روی کاغذ به شیعیان هستن که عمده منابع نفت رو در اختیار دارن و عمده تولید کنونی هم از اونجا میاد، یعنی بیش از 3/4 تولید عراق. خب بنابراین اگر این گروه داعش موفق بشه که بصره رو بگیره، معادله کاملا به هم میریزه. بله اونجا دیگه مسئله تجزیه نیست، اونجا اقلیت سنی آمدن سوار شدن و طبیعتا اون موقع جریان شاید مثل جریان صدام حسین بشه، منتها به جای یه حکومت غیر دینی یک حکومت خیلی خیلی بدتر از طالبان. ولی وقتی یک پارچگی اون کشور با اون شرایط حفظ بشه، خب اون منابع در اختیار دولت جدید یا حکومت جدید سنی یا خلافت اسلامی عراق و شام قرار میگیره. ولی اگر فرض رو بر این بذاریم که همچین تفکیکی انجام بشه و عراق تجزیه بشه، که من فکر کنم با سناریو فدرال شدن عراق در 3-4 سال پیش عملا عراق وارد این مسیر شد که به تجزیه بیانجامه، بخش شیعه عراق عمده منابع نفتی و عمده تولید رو در دست خودش. خب این میدان نفتی که اخیراً داعشون رو تصرف کرده در نزدیک کرکوک، اون چه اهمیتی داره؟ ببینید آقای میبودی، در میان منابع نفت عراق، بله، در جنوب شرقی عراق، بذارید من 5 میدان عراق رو به شما معرفی کنم. میدان نفتی عراق، 3 از میادین مهم عراق در جنوب شرقی هم که عبارتند از میدان رومیلا که دومین میدان نفتی جهان از نظر میزان تولید، یعنی اگر قوار عربستان سعودی که یک قولیه که 5 میلیون بشکه در روز تولید میکنه، یعنی یک میدان عربستان بیش از کل کشور ایران تولید نفت داره، اگر قوار رو کنار بگذارید هیچ میدانی در جهان به اندازه میدان رومیلای عراق که در نزدیکی بصره هست تولید نداره، 1.5 میلیون بشکه در روز، یعنی بیش از مجموع میدان اهواز و مارون ماشاد، اهواز و مارون و آقاجاری رو هم بذارین بشه 1.5 میلیون. خب این در بصره است. بعد میدان دوم بزرگی که دارن میدان مجنونه که بازم در جنوب شرقیه، به خاطر تولید بسیار سرسام‌آورش و چاهای بسیار پر راندمانش اسم میدان رو گذاشتن مجنون، یعنی دیوانه. اون تقریبا قرار گرفته در همسایگی دشت آزادگان ایران و منطقه شلمچه، پس اونم در جنوب شرقی است. میدان سومی دارن به نام قرنه که قرنه هم در همون جنوب شرقی در نزدیکای بصره قرار گرفته. این 3 میدان بزرگ جنوب شرقی عراق هم. یه میدان قابل ملاحظه به نام میدان بغداد داره که اتفاقا در نزدیکی شهر بغداده، که واقعا اونو سخت دادن بگه بخش شیعه است یا بخش سنی، چون خود پایتختم مخلوطن شیعه و سنی. بعد یه میدان مؤثر میمونه در شمال، میدانی که شما بهش اشاره کردید در منطقه کرکوک، میدان بزرگی است که بین کرکوک و موسر قرار گرفته و اونم چیزی حدودا 8-10% تولید کل عراق از اونجا میاد. داعش روی اون میدان مدعی شده که بخشی از این میدان یا کل میدان در اختیار خودش گرفته. من تا اونجا که میدونم در روزهای اول پیشمرگان اتحادیه میانی کردستان گروه طالبانی رفتن و اونجا رو در قلمرو خودشون قرار دادن. حالا اگر داعش اونا رو پس داده یا اونا رو عقب نشینی کردن احتمالاً خبر جدیدی است. بنابراین عراق در صورت تجزیه برخلاف صحبتایی که میشه این کردها نیستن که سوئیس منطقه میشن. البته من صحبتم رو آمار و ارقامه، وگرنه در عمل من فکر کنم تجزیه عراق برای همه بدبختی خواهد آورد به خاطر نقشه‌ای که حالا هست اونجا و میتونم با شما در میون بذارم آقای میبودی توی بخش بعدی. نه. این بحث رو من اینجا نگه میدارم آقای میبودی، بعد به پرسش شما پاسخ میدم که 1 بخش شیعه نشین عراق غنی ترین بخش چه از نظر ذخیره چه از نظر تولید کنونی، بخش کرد
بخش درجه تقریبا دوم اهمیت رو قرار داره، منتها میدان کرکوک و میدان بغداد نه دست کرداست، نه دست شیعیان، نه دست سنی‌ها، تو مناطقی که مورد اختلافه. و بعد میادین کوچکتری در کردستان هست که خیلی کمتر و کوچکتر از منطقه شیعه نشینه، و منطقه سنی نشین عملا سرش بیکلاه میمونه. بخش عرب سنی عراق که عمدتا استان انبار و تکرید و مناطق شمال غربه، از میادین چندانی بهره‌مند نیست و در غرب و جنوب غرب که اصلا اصولا تولید نفتی نداره. بنابراین این تقریبا تراز قرار گرفتن منابع نفتی از نظر جغرافیای سیاسی عراق که نقشه دوسه هم میتونه مقدار کمک کنه به درک بیشتر این مطلب. به نظرم با توضیحاتی که آقای شاهین نژاد داد دیگه برای همه ما مفهومه که بسیاری از قدرت‌های جهان منافع خیلی بزرگی در عراق داره و این مملکت شده در واقع عرصه جولان و تاخت و تاز شماری از قدرت‌های منطقه‌ای و برخی قدرت‌های بزرگ بین‌المللی که متأسفانه آرامش و امنیت و یک پارچگی عراق رو کاملا در هم ریختن. آقای مالکی هم که خودش بخش عمده ای از مشکلات عراق شده و بیشترین سهم رو داشته در این در ایجاد تنش و بالا بردن رویه انتقام جویی در میان اقوام و قبائل مختلف عراق. سیمانه سپاسگزارم از مهندس شاهین نژاد، گفتگو با او رو دنبال میکنیم. یادون باشه ما تا شرکت نفتی شل پیش آمدیم، قرار شد که درباره بقیه کمپانی های بزرگ، شرکت های بزرگ نفتی که صاحبان اصلی منابع امروز در دنیا هستند، گزارش های در آینده داشته باشیم. موافقید آقای نژاد؟ حتما، با کمال میل آقای میبودی. در فرصت بعدی که در خدمتون هستم دو مطلب و یکی در مورد اینکه کدوم شرکت های نفتی در جنوب عراق که الان اینقدر امنه داره و تولیدش هم اصلا افت نکرده فعالن، براتون جالبه که بدونین کیا اونجا دارای منافع هستن. و بعدم مطلبی رو بر اساس یک نقشه میخوام بهتون در میون بذارم که واقعا به نوعی شگفت انگیزه، حتما تو برنامه بعدی در خدمتتون خواهم. تشکر میکنم، تشکر. از آمریکایی‌ها در سال 91 پرسیده بودن آیا موافق اقدامات نظامی ایالات متحده آمریکا در کشورهای مختلف دنیا هستید، پاسخی داده بودن، پاسخ منفی نبود. اما همیشه که به تدریج پیش میای میرسه به دوره‌ای که از آمریکایی سوال میشه آیا علاقه داری که آمریکا وارد دخالت مستقیم بشه در عراق؟ پاسخ آری است، اکثریت میگن آری. در افغانستان بالای 80%، 82%، این از سنجی گالوبه. اما بعد از اون دیگه آمریکایی ها میل به دخالت نظامی رو از دست میدن. امروز حتی وقت از اونا سوال میشه که آیا علاقه دارید که آمریکا مثلا در سوریه دخالت بکنه، پاسخ اکثریت منفی است، یا علاقه دارید که امروز در عراق دخالت بکنه، باز هم پاسخ منفی است. برمیگردیم و برنامه رو پی میگیریم هم میانانه. خب گر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفتم میانانه. برنامه رو پی میگیریم با دکتر احسان نوذری هستیم. درود دکتر نوذری، مزدن خوش آمدی. متشکرم، ممنون. خب دکتر نوذری اخیرا مراکش بود، بعد رفت پرتغال، رفت تایپه، جزیره فرموز. سفر بعدی کجاست؟ تایپه. تایپه اونجا آکادمی دارید نیست؟ بله، سال 2004 یک آکادمی درست کردم اونجا. خب در تایپه؟ در تایوان. در تایوان، یعنی چین ملی هم، یعنی نه چین کامون، چین ملی که به تصویب دولت رسید. چون بایستی از همه مملکت امضا می کردن یک تعدادی مقاله داشته باشیم. خب تا قبول بشه. و بعد به خاطر حمایت از شهرهای مختلف، گاهی اوقات جلساتمون توی تایپه هست، گاهی اوقات توی کاوشونگ هست، گاهی اوقات توی تاوچونگ هست. جالبه. و فرق بین اتباع چین کمونیست، یعنی کسانی که زیر تیغ
کمونیست ها بود و اونایی که در تایپه مردم تا فرق زیاده بینشون؟ خیلی خیلی زیاد. خیلی مثل کره شمالی جنوبیه نیست؟ ببینید مثلا به دانشمندان چین کمونیست شما نمیتونید اطمینان کنید. بجه واقعیت رو نمیگن. خب دوست ندارن، اغراق زیاد میکنند توی پیپراشون. بله جالبه. یعنی شما از 100 تا به 99 تا نمیتونید اطمینان بکنید، اما در چین ملی در کشور تایوان شبیه ژاپن هست. یعنی منظم هستند، منضبط هستند، قابل اطمینان هستند، فرهنگ بالاتری دارند. من تفاوت زیادی بین این دوتا کشور میبینم. خب اینا که هنوز هم میترسن. خب میدونیم که چین کمونیست مدعی تایوانه، یعنی میخواد این مملکت رو ببله. میخواد ببینم مردم هنوز نگرانه که یک روز این اتفاق بیفته. از نظر امنیت نگران نیستن، چون روی امریکا یا حساب میکنند از نظر نظامی. اما نگران آیندهشون خیلی هستند. من خاطرم هست در یکی از همایش های خودمون تصمیم گرفتیم از چینی های کمونیست هم دعوت کنیم که بیان تایوان. و وزیر بهداشت از دوستانم بود. خب وزیر بهداشت تایوان. بله. خب و ترتیبی دادیم که به اونها ویزا بدن. خب و برای نخستین بار حدود 20 نفر بودن که از چین کمونیست وارد چین تایوان شدن و در جلسه نشسته بودن. جالب. اما مثل سنگ بودن. عجب. هیچ عکس العملی رو شما در چهرهای اونها نمیتونستید بخونید. بعد همه رو دعوت کردیم شام. سر میز شام حتی اگر از یک نفر میپرسید که دوست دارید، نگاه همدیگه میکردن، یه نفر دیگه جواب میداد. یعنی حتی همیشه چشم ناظر وجود داشت. خودشون رو سانسور میکنند. یعنی عادت کردن به خاطر چند نسل. و شب عجیب غریبی بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ ارتباطی ایجاد نمیشد. چرا یه موقعی من با آقای هوشنگ مقدسی دوستم دیگه از دوستان مقدسی مترجم سرشناس که بعد مترجم سفارت آلمان بود، مترجم رسمی بود، ما سفر کردیم به آلمان کمونیست. موقع هنوز دیوار برلین وجود داشت و این حالتی که شما میگید من در اونجا دیدم. یعنی تو خیابون مردم که از کنار ما رد میشدن میترسیدن که ما مثلا از یه سوالی بکنیم، نگران بودن و اغلب پشت سرشون نگاه میکرد. توی رستوران که میرفتید همین حالت بود، تو کافه همین حالت بود، تو کتاب فروشی که رفتیم همین حالت. رفتیم یک مجموعه چی خریدیم، مجموعه آثار چی مارکس و انگلز و لنین، خیلی ارزون، مفت، خیلی ارزون. اما یک جا خریدیم و میشد مثلا 53-54 جلد هر کدام جلدهای قطو فرصتیم. به هر حال حالا این که گفتید من به خاطرم افتاد که در کره جنوبی، کره شمالی البته همینه، ولی کره شمالی ها یه حالت دشمنی و خصومت نسبت به کره جنوبی ها دارن. میخوام ببینم که در تایوان هم در بین کمونیست های چینی هم همین حالت هست، نسبت به تایوانی ها حالت دشمنی و خصومت دارن. من اون شب سر شام اون حالت خصمانه رو میدیدم. میدید؟ لبخند نمیزدن. اگر سوال میکردن تایوانی ها سعی میکردن نزدیک بشن، جای خوب نشسته باشند. خب ببینید خیلی هم تایوان لطف کرده بودن، بالاخره راه رو باز کردن بیان اینجا. چیزی هم نداشتن واسه تایوان واقعا بدن. در مقام علمی تایوانی ها خیلی جای علمیشون بالاست. تایوان بله یکی از قدرت های بزرگ دنیاست، ششمین، هفتمین، هشتمین قدرت دنیاست. یک کشور هست با 28 میلیون جمعیت، یک جزیره است، جزیره کوچک هست، ولی سالهاست یکی از قدرت های بزرگ دنیا. همین جنگل باشه تاثیرای از تایوان نشون بدید، جزیره فرموز. بعد از نظر گرانی چی؟ گران هست، مثل ایالات متحده است، مثل اروپا است. خونه ها گران هستند، آپارتمان ها، اجاره ها بالاست. بالاست هم. بله، ولی خب مردم آزاد هستن، هر کجا دوست داشتن سفر میکنن. میتونن کشورها دیگه راحت سفر کنن. اجازه دارم برم چین کمونیست؟ بله. اجازه. بله، اونها میتونن برن. بله. کمونیست ها نمیتونن بیارن. نه الان یک مقدار خوب دارن سالتر میکنن، یه مقدار جا اخیران یه مقام رسمی چین کمونیست به تایوان رو یه هیئتی رفتن. شاید برای بیننده شما جالب باشه که یکی از دوستانم که در دانشگاه استنفورد هست مقالات چینی رو تجزیه و تحلیل کرده. خب مقالات علمی شون. مقالات علمی رو در مجلات رسمی. بله، هزاران
مقاله چینی رو تجزیه و تحلیل کرده، یعنی تمام اون داده های خام رو گرفته دوباره تجزیه و تحلیل کرده. چون شما میتونید داده ها رو به گونه های مختلف تجزیه و تحلیل بکنید، درسته، بستگی داره از چه دید بخواید شما وارد بشید. خب ببینید، فرض کنید در یک مملکت دو نفر جمعیت داشته باشه، یکیشون پولدار باشه. شما میتونید 50% از مردم اون کشور ثروتمند هستن. درسته. حالا اگر یک نفر در 1000 نفر هم باشه، فقط یک نفر باشه، همون یک نفر باشه، با اون پرسنتاژ اینا میتونید بازی کنید و خیلی چیزهای دیگه در علم آمار، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ولی کاملا این تجزیه و تحلیل این گروه نشون داد که یک تمایل به مبالغه. حالا نمیخوام بگم دروغ گفتن، در دانشمندان چینی هست مبالغه هست میگن درشون نیست. مشکل اینجاست که خودشون نمیدونن. عجب. این هست که یافته های این گروه دانشمند مهم هست، مشکل کار اینجاست که خودشون نمیدونن. یعنی وقتی که به عدد نگاه میکنند، شما اون چیزی رو که بایستی ببینید نمیبینید. این خطرناکتر از اون هست که شما عمدن اغراق بکنید. متوجه. به کره جنوبی چی؟ نه، کره جنوبی مثل تایوان هست، مثل ژاپن هست، بله. و خب اون در مورد چین خطرناک هست. خیلی خطرناک. به خصوص که خب فرض کنید با ایران الان ارتباط زیاد دارن، با به کشورهای دیگه. ارتباط علمی. مزدن. بله، شما مثلا ببینید خمیر دندون میدادن مسموم بوده، شیر بچه مسموم بوده، دستگاهی که میساختن زود خراب میشه. عروسک بچه؟ خیلی. چه چه داد عروسک بچه رو از آمریکا پس فرستادن دوباره به چین؟ چرا؟ چون مسموم، بچه‌ها رو مسموم میکن. بله، بچه‌ها رو مسموم میکن. از رنگ گویا رنگی درش به کار. ولی من خاطرم هست دیگه از اون شب، حتی چند تا دانشمند از سوئد هم دعوت کرده بودم. که یکی از اون دانشمندای سوئدی چند هفته پیش از امپراتور ژاپن جایزه گرفت. جایزه در کارهای پژوهشی. یک مرد بسیار با شخصیت که دوستی قدیمی با هم داریم. اون هم از میهمانان ما بود اونجا. و اون هم به من همین رو گفت، به عنوان یک اروپایی، به عنوان یک سوئدی، همون دیدی رو داشت که من به عنوان یک ایرانی و یا دوستانم به عنوان تایوانی. و دیگه خب متاسفانه این اولین و آخرین ارتباط ما بود با اونجا، چون آن حالت سنگ داشتن. حالت این بچه های دانشجو که از ایران میان، دکتر نوذری، مثلا میمادن به دانشگاه USC UCLA در اینجا، اینا نرخ درک و به صدا آگاهی های علمیشون در چه حد بود؟ من به راحتی میتونم بگم که دانشجویان ایرانی، به راحتی این رو میتونم بگم، در بسیاری از موارد از دانشجویان آمریکایی بهتر هستند. بزرد. من خودم دیرکتور تز خیلی هاشون بودم، ازم خواستن که این کارو بکنم. خب. و کاملا راحت هستم که این رو بگم که سطح سوادشون بالاتر هست. بالاتر. منتها نمیدونن. آخه نمیدونن. یعنی اعتماد به نفس ندارند. و یک مقدار خلاقیت در اونها کشته شده. بچه. به خاطر این وقتی که راه رو نشون میدید، خلاقیت هم زنده میشه، خودش رو نشون میده، چون پتانسیل اونجاست. درست. و من واقعا خاطره بد اصلا ندارم از دانشجویان. اصلا، یعنی قابل اطمینان، با سواد. دختر و پسر یا فقط پسر؟ دختر و پسر. دختر و پسر. پسرام است که در دخترام است که در رشته هایی که سخت‌تر به نظرم راغب‌ترن از شایع‌تر که دخترها به نظر میاد بیشتر خانواده ها از اونها حمایت میکنند. بیشتر دخترها راغب هستن خانواده ها که ادامه تحصیل بدن تو رشته های سخت، در رشته های سخت پزشکی. در رشته های سخت و ما دانشجوهایی که در رشته های دکترا هستن خیلی زیاد داریم. خیلی زیاد. خیلی زیاد هستن، بیشتر از پسرها و بسیار مهربون هستن. و این هم جالب هست. یعنی از یک جامعه ای که این همه ما چیز دربارش میشنویم در ایران، وقتی که اینا میان روح لطیف دارند، مهربون هستند. آخه. من شخصا تجربه‌م این هست، واقعا خیلی لذت بردم همیشه و افتخار میکنم به همش، به بچه های ایران. فوق‌العاده. خب یاد باشه بار آیندم صحبت بکنیم درباره همین دانشجویان ایرانی، تجربیات خود دکتر نوذری و بعد به نقاط دیگه دنیا هم سر بزنیم. مراکش چطور بود؟ زیبا. خیلی. مردمانش نظیر، مهربون. من همیشه خاطرات موفق شده بودن که مشکلات حل بکنن یا نگران هر روز از اینکه اونجا می انقلاب بشه. اصلا مشکلی ندارند دیگه. ندارم اصلا اون چیزی که مردم ممکنه فکر بکنن، نه.
یعنی متعصبین هیچ راهی اونجا نداره. یعنی پس پادشاه موفق شد که سریعا مشکلات رو حل و فصل بکنه. کاملا آزادی هم دادن به مردم. بله دادن. بله. بله اصلا من هیچ مشکل نمیبینم. شما در خیابونم که راه میرید حتی کنار دریا هم خانم های مذهبی و متدین هستن، هم خانم های بی حجاب برن کنار دریا شنا کنن. یعنی یک صبری در اونجا هست که تحمل مدارا من رو یاد گذشته های ایران میندازه. تحمل مدارا بردباری، تنها راهش همینه دیگه. تشکر میکنم. ممنون از شما. بازم خواهیم بود با دکتر نوذری همیانان از ارجمندم. امیر درخشان خیلی از شما سپاسگزاریم بابت هدایت برنامه.